امروز پاسدار محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در اظهاراتی که در خبرگزاری حکومتی ایرنا ارگان رسمی حکومتی منتشر شده به سوز و گداز از خشم جوانها علیه دیکتاتوری ولایت فقیه پرداخته و گفته دشمن با بسیج همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری تمام از فضای مجازی و تلویزیون و ماهواره اخلاق، عادات و سبک زندگی جوانان ما را هدف قرار داده است. جوانان را دریابیم، آنها را آگاه کنیم. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با برادر مجاهد علی ممقانی تا به این موضوع بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. تشکر از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. سلام و درود خاص و ویژه از صمیم قلب به همه زنان و مردان جوان قیام آفرین در اقصا نقاط کشور در زنجیر و اسیرمون و البته کشوری که میرود طعم شیرین آزادی رو بچشه. خیلی ممنون از شما، در خدمتتون هستم. ولی اگه ممکنه توضیح بده که چرا رژیم به این صورت از تنفر جوانها از حاکمیت آخوندی اینقدر آهناله داره میکنه؟ مگه این جوانها زیر چتر این تبلیغات رژیم بزرگ نشدند؟ پس این حرفا چیه؟ بله، همطور که شما هم اشاره میکنید واقعیت امر همین است که جوانان کنونی که در حال حاضر در میهن ما در کف خیابونها هستند از روز اول تحت هیمنه همین رژیم ضد بشری بودند. سایه سیاه آخوندها و پاسدارهای ضد بشر بالای سرشون بوده و رژیم آخوندی به زعم خودش به دنبال این بوده که اونها رو مطیع خودش، جوانان رو مطیع خودشون قرار بدن. اما به واقع در جریان این قیام هوش از کلهشون البته به همراه عمامه هاشون پریده. الان شما در ابتدای صحبتاتون داشتین اشاره میکردید به یک نمونه، منم اگه اجازه بدید دو نمونه اخیر رو که دیروز داشتم میخوندم خدمتتون عرض بکنم و بعد نکات رو در ادامه بگم. رضا پورشمسی جانشین معاونت بازرسی کل سپاه پاسداران دو روز پیش در حرفایی که برای روحیه دادن به بسیجی‌های روحیه باخته و ریزشی رژیم می‌کرد میگه که دشمن به این نتیجه رسیده که عامل موفقیتشان در ایران تغییر ذهنیت در جوانان است. و در ادامه به سخنرانی‌های خامنه‌ای از ابتدای سال جاری تا کنون، یعنی تا همین دیروز اشاره می‌کنه، دیروز و پیروز اشاره می‌کنه و میگه که جوانان هوشمند و فرزانه روی صحبت‌های رهبری معزز تأمل کنند و در مورد صحبت‌های ایشان، یعنی صحبت‌های خامنه‌ای مبنی بر افشای دروغ و جنگ روانی دشمن، روشنگری کنند. این یک نمونه. یک نمونه هم از پاسدار سلامی جنایتکار نقل بکنم که روز گذشته اونم در برابر همین بسیجی‌های روحیه باخته و برای روحیه دادن به اونها میگه که دشمن با رسانه‌های فتنه‌انگیز و تفرقه افکن و دروغ پرداز خود در صدد نفوذ به دنیای قلب و ذهن جوانان این سرزمین هستند تا چنین کنند و چنان کنند. در واقع این سوز و گدازها در حالیه که رژیم طی بیش از 4 دهه همواره تلاش کرده که یک سری خزعبلات و دروغ‌ها و اراجیف رو به خورد جوانان ما بده، اما در واقع در عصر انفجار اطلاعات، در عصر آگاهی و در حالی که رسانه‌های اجتماعی در اختیار تمام جوانان کشورمون قرار گرفته شده، واقعیت‌ها و حقایق برای مردم ما و جوانان ما روشن شده و در واقع حنای آخوندها دیگه رنگی نداره. مردم فهمیدن، جوانان مرد و زن کشور ما فهمیدن که آینده‌ای با داشتن با بودن در درون این رژیم و این حاکمیت براشون متصور نیستش. به خاطر همین هم هست که در پی در واقع دستیابی به حقوقشون بر اومدن که در رأس این حقوق حق آزادی است و از این بابت هم هست که ستون اصلی قیام در واقع کنونی قیام سراسری کشورمون رو تشکیل دادن و تا رسیدن به خواسته اصلیشون که سرنگونی رژیم باشه و دستیابی به آزادی دست بر نخواهند داشت و البته از هیچ فداکاری هم فروگذار و دریغ نخواهند کرد. واقعیت امر هم این است که یک پشتوانه و یک تاریخچه و یک سابقه ای هم پشت جوانان کشور ما هستش و جوانان کشور ما به این تاریخچه و سابقه پشتگرم هستند. در واقع وجدان جامعه ما نسلی رو در خود حک کرده، نسل ثریا ابوالفتی ها، نسل سعید سرخوش ها و نسلی از ده ها هزار زن و مرد جوان در کشورمون که در برابر دیکتاتوری آخوندی، در برابر دیکتاتوری خمینی و خامنه‌ای ایستادند،
بیداد اونها رو به چالش کشیدن و جانشون رو فدای آرمان آزادی مردم ایران کردند. سرزمین ایران، کشور ما، با این خونها آبیاری شده و الان هم در مزارع انسانی که در کشورمون شاهدش هستیم محصول این خونها برداشت خواهد شد. این از بابت اینکه شما پرسیدید که چتر تبلیغات رژیم مگه تأثیرش، جوانان از این تأثیر میپذیرند یا خیر. اما یک نکته هم میخوام اضافه بکنم و اون اینکه خودم فکر میکنم که همه اقدامات و موضع‌گیری ها و فعالیت های رژیم رو باید در چارچوب این قیام 2.5 ماهه گذشته بررسی کرد، یا در واقع ضربه ای که از این قیام پذیرفته باید بررسی کردش. واقعیت هم اینه که این ضربه بسیار عظیم بوده، ضربه رأس رژیم و ولی فقیه پابگور رژیم رو نشانه گرفته و در واقع تمامیت رژیم رو با ایدئولوژی و ارکان اصلیش به چالش کشیده و خواهان نفی اون هستش. بنابراین این ضربه بسیار بزرگ بوده به رژیم و ارکانش رو به لرزه درآورده و ابعادش هم تمامیت رژیم رو در بر گرفته. خب این ضربه اصلی رو هم جوانان زدن، چون عمود و در واقع ستون اصلی این قیام هستند. خب وقتی که رژیم این روند تکاملی رو میبینه معلومه که به ترس و وحشت میفته. دیگه جوانان ما از شعار دادن یا اعتراض صرف عبور کردند و به عملیات قهرآمیز و کوکتل و غیره در مقابل رژیم رو آوردن. خب این همین نوید یک ارتش سازمان یافته رو میده، نوید یک نیروی سرنگون کننده رو میده و به خاطر همین هم رژیم از نقطه کانونی همین ارتش خلق که میخواد این رژیم رو سرنگون بکنه میترسه و این آه و ناله ها و فغان هایی که سر میده که شما هم اشاره کردید بهش، دلیلش این حضور پرشور جوانان و فعال و گسترده اونها هستش. برای شما همطور که می‌دونید بخش مهمی از تبلیغات رژیم و شیطان سازی‌هاش علیه مجاهدین و هشدارها به جوان‌هاست که به طرف این مجاهدین نرین. می‌گویند علت چیه؟ مگه 43 سال این رژیم همه جا شعار مرگ بر منافق نمیده؟ خب دلیل اینکه اینقدر به ترس و وحشت از مجاهدین افتاده چیه؟ شما می‌تونید این موضوع رو اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید و تفسیر کنید؟ بله، همطور که شما میگید فکر کنم اون چیزی که رژیم رو شوکه کرده یا در واقع اون چیزی که الان این است که قیام کنندگان، قیام آفرینان، جوانان شورشگر در کشورمون دقیقا همون شعارهایی رو الان میدن یا شعارهایی محوریت پیدا کرده که شعارهای اصلی مجاهدین بوده. آن هدفی در پیش گرفته شده که هدف مجاهدین و مبارزه مجاهدین در طی 14 دهه گذشته بوده. راه و رسمی در پیش گرفته شده که همون راه و رسم مجاهدین بوده، چیزی است که مجاهدین 40 ساله دارن اون رو پی بگیرن. خب به همین دلیل هستش که رژیم هشدار میده به جوانها، شیطان سازی میکنه علیه مجاهدین که مجاهدین به سمت که جوانها به سمت مجاهدین نرن. خودم فکر میکنم دلیل این هم این میتونه باشه و این هستش که مردم ایران و جوانان ایران خب تشنه آزادی و سرنگونی این رژیم هستن. پاسخ این خواسته تاریخی و خواسته حیاتی مردم ایران رو جوانان در مجاهدین که لحظه ای از جنگشون و رو در رویشون با رژیم فروگذار نکردند و قیمت و هزینه اون رو هم با لحظه لحظه حیات خودشون پرداخت کردند. جوانان دیدن که چون این مجاهدین هستند که دیدگاهشون، عقیدهشون و رویکردهاشون دروازه های یک آینده درخشان، یک نگاه تکاملی به جامعه و تحولات جامعه رو در مقابل جوانان ما به اصطلاح باز میکنه. چون مجاهدین مخالف هر گونه دوگماتیزم و قشرگری و اسلام ارتجایی رژیم ولایت فقیه هستن. اسلام مجاهدین یک اسلام بردبار و متسامح و دموکراتیک هستش. اسلامی است معتقد به برابری زن و مرد. در واقع اسلام مجاهدین و تشیع انقلابی که مجاهدین مبلغ اون هستن یک صفحه ای رو در تاریخ در واقع اسلام ورق خواهد زد و این همون ایده و حرف نوعی است که به غایت درخشان در نظر مردم و جوانان کشورمون. مجاهدین خودشون حجاب دارند اما کاملا تا بن استخون معتقدند به آزادی پوشش و این هم از اعتقادشونه و به معنی امتیاز دادن به طرفی نیست. مجاهدین از انتخاب آزادانه نوع پوشش و از خانم‌ها و زنان بی حجاب دفاع میکنند و به اون احترام میگذارند، به این انتخاب آزادانه شون. مجاهدین از همه چیز خودشون گذشتن که همه چیز رو برای میهن ما و مردم ما به ارمغان بیارن. مجاهدین ضد شاه و شیخ هستند، نفی میکنن هر گونه وابستگی رو به نیروی خارجی و از طرفی هم
مخالف جدایی دین از دولت هستند، چون جوان ها میبینن که این مجاهدین هستند که برخلاف همه این بادکنک ها و بادبادک ها و قارچ های تازه به دوران رسیده در اروپا و آمریکا که به دنبال رفاه و آسایش و زندگی امن خودشون هستند، مجاهدین در قلب اروپا و آمریکا هم به دنبال مبارزه خودشون هستند و لحظه ای از دفاع از حقوق مردم کشورشون و آزادی ایران و ایرانی دریغ و فروگذار نمی کنن. چون برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی در واقع پاسخ کلان بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما هستش. خب جوانان ما وقتی این صحنه ها رو می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که خب کدام طرف حق است و کدام طرف باطل است. به این نتیجه می‌رسند که چون بالاخره پرونده ها رو باز می‌کنند، بررسی می‌کنند، نگاه می‌کنند، می‌بینند کدام طرف چی میگه، کدام طرف تاریخچه‌اش چی بوده، کدام طرف چه فعالیتی کرده، چه حرفی زده، چه برنامه‌ای برای آینده داره. به این ترتیبه که به سمت مجاهدین رو می‌آورند و همین اقبال روزافزون و همین نفوذ دیدگاه و اندیشه مجاهدین در میان جوانان کشور ما هستش که رژیم رو دیوانوار و به طور هیستریک به این روز انداخته که از هر تریبون و منبر و امکانی استفاده میکنه در داخل کشور، در خارج کشور، که علیه مجاهدین لجن پراکنی بکنه، سمعه و به اصطلاح چهره و نام مجاهدین رو جریحه دار بکنه و خدشه دار بکنه و به این ترتیب به زعم خودش بتونه به هدفش برسه. اما واقعیت امر هم این است که جوانان ما عزم جزم کردند در قیام های خودشون با پشتیبانی و پیشتازی کانون های شورشی به عنوان عنصر راهگشا در این قیام این رژیم رو سرنگون بکنند و طبعا رژیم هم مانند سایر دیکتاتورها که تاریخ به در واقع سرنوشت اونها گواهی داده و البته گواهی خواهد داد، به همون سرنوشت دچار خواهد شد به دست همین قیام آفرینان و همین جوانان شورشگر. بله، خیلی ممنونم از شما به خاطر حضورتون در برنامه امروز و تمام توضیحاتی که در مورد ترس و وحشت رژیم از تنفر جوانهای قیام آفرین نسبت به حکومت آخوندی توضیح دادید. ممنونم از شما. خیلی ممنون از شما و تشکر از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.